سلام، خوش اومدیم به کانال لیلیان لب. من پدرام هستم و اینجا آزمایشگاه آدم فضایی هست. خب امروز میخوایم بریم سراغ یکی از گوگولی ترین و بامزه ترین و باحال ترین حیوانایی که واقعا من خودم هم خیلی دوستشون دارم. Oh, you're beautiful. Did you see that? که دست بر قضا هم جز اولین فضانوردهای موفق کره زمین هم به حساب میان یه جورایی. امروز میخوایم یکی دو تا از این میمونا رو بررسی کنیم با هم دیگه، که اتفاقا کشور عزیزمون ایران هم در این زمینه فعالیت کرده. خسته نباشن، دستشون درد نکنه، واقعا حالا به اونم میرسیم. پس اگر آماده این بریم شروع کنیم با یکی از معروفتریناش. یکی از معروفترین میمونه که میمون که البته اگه بخوام درستش رو بهتون بگم شامپانزه بوده که به فضا رفته و ماموریتش هم موفقیت آمیز بوده، قاعدتا مال کشور دوست برادر و همسایه آمریکاست. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ که تونستن این کار رو انجام بدن در سال 1961. بعد از اینکه این ماموریت موفقیت آمیز میشه، اسم این میمون رو میذارن هم، که یه جورای مخفف همون لبیه که توش ترینش کردن. درسته که واقعا اگه از لحاظ انسانی بخوایم به حیوانات نگاه کنیم که خود این اصلا خود این جمله پارادوکسه، ولی خب برای منافع خودمون یا برای علم به قول معروف هر چیزی که لازم باشه رو بشر انجام میده. حالا این میمون بنده خدای ما رو اینا گرفتن و حسابی ترینش کردن در حد استرونات، در حد فضانورد واقعی قشنگ، و یه سری تسکا رو بهش یاد دادن. یکی از اون تمرینایی که باهاش کردن که خیلی هم بیسیک و ساده بوده این بوده که یک سری از اهرم‌ها رو بگیره بکشه پایین، جابجا بکنه. وقتی که یک چراغی فلش میکنه یا خاموش روشن میشه و اگه این کار رو درست انجام بده بهش یه تیکه موزی چیزی جایزه میدن، و اگه درست انجام نده متاسفانه بهش برق شوک الکتریکی میدن که اینو به جوری تربیتش بکنن که این تسک رو یاد بگیره برای انجام دادن، که هر موقع اون چراغ دید دیگه به صورت ناخودآگاه این اهرم‌ها رو جابجا بکنه. بعدش اینکه با 40 تا شامپانزه مختلف هم این پروژه رو داشتن انجام میدادن، ترین میکردن، ولی این شامپانزه خاص رو انتخاب کردن به خاطر اینکه کلن توی مود خوب و حال خوب و وایب خوبی بوده. نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه بوعت مردو، خشم انداز قلبو. حالا چرا آدم ها این کار انجام میدن و شامپانزه رو میفرستن فضا؟ هدف اصلی اون ابتدا این بوده که بیشتر ببینن این شامپانزه ها که به ما نزدیک هستن وقتی به فضا میرن آیا میتونن تسک انجام بدن، کارهای مختلفشون انجام بدن، فانکشن داشته باشن، یا اینکه اتفاقی براشون میفته تو شرایط بیوزنی. و اینا رو وصل میکردن به دستگاه‌های مربوط و کلی آزمایش روشون انجام میدادن و همه اینا رو دیتاها رو جمع میکردن، اطلاعات رو جمع میکردن که به این نتیجه برسن که آیا سیف هست برای آدم ها، آیا امن هست برای آدم ها یا نه، که خوشبختانه موفقیت آمیز هم بوده و این گام های اولیه‌ای بوده که ما برداشتیم به سمت اینکه انسان رو به فضا بفرستیم. خلاصه بعد از کلی ترین کردن و آموزش دادن همه عزیز توی 31 ژانویه 1961، اگه اشتباه نکنم، این ماموریت انجام میشه، ماهواره پرتاب میشه، اونو توی کابینی که پرشر مخصوص داشته قرار میدن که آسیب نبینه، و همینطور لباس ضد آب مخصوصی تنش کردن و خلاصه تمام پروتکلای لازم که مطمئن بشن سالم میره و میاد و برای یک انسان شاید بخوان همونو انجام بدن و روش انجام دادن و اونو به فضا میفرستن. ماموریت خیلی خوب پیش نمیره، یه ذره راکت زاویه داشته و حتی فشار کابینی که هم توش بوده هم افت کرده بوده و اینو خیلی نگران شده بودن که نکنه ماموریت به خوبی پیش نره، ولی این راکت شامپانزه رو به بالای 200 کیلومتر میبره و کل ماموریت هم چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، ولی تو همین مدت کوتاه هم میتونه بیشتر از 50 بار این اهرم رو تکون بده و ما با دیتایی که جمع کردیم به اینش رسیدیم که میتونیم فانکشن کنیم در شرایط بی وزنی.
و خب این خیلی مسئله مهمی بوده، چون که ما متوجه شدیم که دیگه این فشار شدیدی که موقع خروج و ورود به جو وارد میشه، وقتی توسط شامپانزه تحمل میشه، حتما توسط انسان ها میتونه تحمل بشه و ما باید ابزارهامون رو جوری طراحی کنیم که مناسب اون مسئله باشه. و خیلی 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 کمک کرد و جلو رفتن ماموریت های فضایی. در آخر هم این شامپانزه عزیز در 25 سالگی فوت میکنن. بازم گریه کنم، چی بگم من؟ ولی خب خیلی مثل یک هیرو، مثل یک قهرمان با عزت و احترام تمام خاکش کردن. حالا از آمریکا و هم اگه بگذاریم، کشورهای دیگه هم بودن که تلاش کردن برای فرستادن میمون یا شامپانزه به فضا. روسیه شوروی بوده، فرانسه بوده، آرژانتین بوده، چین بوده و ایران. کلن هم همین چند تا کشور بودن، در صورتی که بشر و کشورهای مختلف، ایجنسی‌های مختلف میتونن با هم همکاری کنن. ولی اصولا ما تو ایران باید تو همه چی به خودکفایی برسیم دیگه، از گندم تا فرستادن میمون به فضا. چون یک منبع نمکه تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. میمون ما رو که میمون هم بوده، شامپانزه نبوده، توسط راکت پیشگام در سال 2013 سازمان فضای ایران تلاش میکنه که به فضا بفرسته، که خیلی هم پایین تر بوده از اون چیزی که مثلا همو فرستادن، فقط نزدیک 100 خورده کیلومتر از جو تونسته بالاتر بره. موفقیت این پژوهش گام دیگری از سوی متخصصان داخلی کشورمان است برای رسیدن به هدف نهایی، یعنی فرستادن انسان به فضا در سال 2020 میلادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ایران در نظر دارد تا 5 سال آینده انسان به فضا بفرستد، اعلام کرد که حاضر است با وجود ریسک بالا نخستین انسانی باشد که ایران به فضا می‌فرستد. چی میگی؟ خلاصه خیلی اطلاعات روشنی از این ماموریت بیرون نیامده و حتی خیلی 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 حواشی بود، به خاطر اینکه عکسایی که قبل از ماموریت منتشر شده بود و عکسایی که بعد از ماموریت منتشر شده بود، انگار که قشنگ دو تا میمون مختلف بود، اصلا تابلوئه که دو تا میمون مختلف بودن. حالا معلوم نیست فرستادن فضا و مرده و بعد دیگه اومدن طبیعیش کنن، جمعش کنن، گفتن کیه کیه، من نبودم، یکی دیگر رو جاش کرده. تا چیز ما رفتیم تو گل حمد. خیلی هم میگن که البته عکسایی که قبلش منتشر شده مال سال 2011 است و یه میمون دیگه است و اینا تو شرایطی بوده که داشتن تستا رو میگرفتن و اون ماموریت موفقیت آمیز انجام شده، ماموریتی که سال 2013 انجام شده. من براتون حالا فوتیجاشو و یه سری عکس و فیلم و اینا ازش میذارم. بازگشت سالم فرگام به زمین نشانه از موفقیت ایران در طراحی کپسول حاوی موجود زنده به فضاست. همه دوستان تشویق کنن. و نمیدونم واقعا که آیا این ماموریت موفقیت آمیز بوده یا نه. حالا تو اسیر این بازی ها نشو، مراقب خودت باش و همیشه بالا رو نگاه کن. بچه ها من بازم یادم رفت متاسفانه، ولی شما لطفا یادتون نره هرچی دکمه مکمه این دورو بر میبینین لایک، ساب، کامنت بزنین تا اپیزود بعدی. اینجا وقتی شب میشه، اینجا وقتی شب میشه، هرچی گنگ سر از تو شهر سری دورو ما جمع میشه.